ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ادامه دارد و حضور برخی چهره ها از همکنون جنجالی و خبرساز شده. برای بررسی آخرین تحولات و فهرست کاندیداهایی که ثبت نام کردند در ایران، همکارم بهروز صمدبگی در استودیو با ما هست با توضیحات بیشتر. بهروز، امروز ششمین روز بوده برای ثبت نام، یک روز دیگر بیشتر باقی نمونده. الان ترکیب کاندیداها تا این لحظه به چه صورت است؟ بله، همونطور که گفتی یک روز بیشتر فرصت باقی نیست و تا امروز در واقع اتفاق ویژه مجلس خبرگان ثبت نام سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بوده، فردی که خودش رو کاندیدای مستقل میدونه اما بسیاری او رو نزدیک به اصلاح طلبان ارزیابی میکنند. از طرف دیگه بسیاری از مقامات نظام تا به امروز کاندیدا شدند که خب این به نوبه خودش سوال برانگیز هست. رئیس شورای نگهبان که خودش باید بررسی و تعیین صلاحیت نامزدها رو بر عهده داشته باشه کاندیدای همین انتخابات هست. رئیس جمهور به عنوان مجری انتخابات کاندیدا شده. رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از کاندیداهای همین انتخابات هستند و تا امروز اینها شاخص‌ترین چهره‌هایی بودند که ثبت نام کردند. از انتخابات مجلس چه خبر؟ امروز فکر می‌کنم روز چهارمی بود برای ثبت نام. در واقع چه چهره‌های شاخصی رو می‌تونیم ببینیم در کاندیداها برای مجلس شورای اسلامی؟ بله، امروز یه خورده شکل جدی‌تری به خودش گرفت و از جناح‌های مختلف سیاسی کاندیداهای ثبت نام کردند. یک نوه دیگه آیت الله خمینی مرتضی اشراقی ثبت نام کرد. از اصلاح طلبان محمد رضا عارف که به نظر میرسه چهره اصلیشون باشه امروز به همراه همسرش شرکت کرد و ثبت نام کرد. و چهره هایی از کابینه دولت محمود احمدی نژاد هم شرکت کردن، مثل سید محمد حسینی، مثل عباسی از وزرای دولت احمدی نژاد، اگرچه خودشون رو احمدی نژادی نمیدونند اما به این نام و به این صفت شناخته میشن در فضای سیاسی. هنوز فرصت هست برای ثبت نام انتخابات مجلس و به نظر میرسه که چهره های بیشتری در راه باشن در روزهای آینده.